شیطان تلاش می کند مسلمان را به یکی از دو چیز گرفتار سازد یا او را وادر به انجام کارهای خیر برای خود نمایی و شورت می کند تا آن کار خالص برای الله متعال نباشد یا یعنی اینکه او را وا می دارد که کلا اعمال نیک را ترک نماید تا اجر این عمل را از دست دهد و چه بسا شیطان او را به ترک عمل نیک وسوسه می کند مانند خودداری از صدق دادن به تراش کارا از ترس افتادن در ریا و این دروازه بزرگی از دروازه های شیطان است که بر مسلمان لازم است تا از آن دوری نماید زیرا مسلمانی که در نیت خیش صادق است به وساوسی که شیطان در نفس او اندازد توجهی نمی کند تا به خاطر آن تاعتی را از ترس افتادن در یا ترک نماید زیرا قلب صادق و مطمئن نزد صاحبش در عمل نهان و آشکارا یکسان و برابر است و شکی نیست که ریا شرک بوده و انجام آن جایز نیست اما برای زن و مرد مؤمن جایز نیست آنچه چرا که الله متعال برای آنان واجب نمونده است مانند دعوت به سوی الله سبحانه و و امر معروف انه از منکر از ترس ریا ترک نمایند زیرا این کار از حیله های شیطان است که با آن مردم را از دعوت به سوی الله متعال باز می دارد. برای مسلمان شایسته است که مکرو و شیطان را تک نموده و به چیزی از آن توجهی نکند بلکه بر او واجب است هنگامی که دوری برادرانش از ادا واجبات و یا سوسیانان را در تکاب محرمات میبیند آنان را نصیحت نماید و همین برایش کافی است که الله متعال اخلاصی را که در قلبش نسبت به او تعالی دارد و خیرخواهیش نسبت به بندگان او را میداند رسول الله صلی الله علیه و جز این نیست که پاداش اعمال به نیت ها وابسته است و برای شخص سواب آنچه است که نیت کرده است پس کسی که هجرتش به سوی الله و رسولش باشد پس سواب هجرتش نیز همان سواب هجرت به سوی الله و رسولش می باشد و کسی که هدف هجرتش رسیدن به دنیا باشد یا هدفش زنی باشد که با او نکاح کند پس سواب هجرتش همان چیزی است که به سوی آن هجرت نموده است